برام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، ای پیران محفلی است. البته آستین هم نداره، خنش بی اندازه لچست. من قسمتش تکم اندازم جالی، البته از خودش است. ببینین به شکل اندازه میکنم، برش شش میگیرم خاطر که تکم اندازم، و آستین هم میتونم درازی آستینش هفت میگیرم مکمل، البته امرای حق دوخت اما چیزش. خب ببینین، من جالی را دولا میگیرم، دولا جالی امرای استر. استر یک ذره روشن است، فرق نمیکنه، جالی کمه که تاریک است. پس رقم خود تکه میشه، تکه را مندازیم به این رقم. متوجه باشین شما میتونین قسمت بالاش یک لخت هم بدوزین اگر تنها جالی میدوختین. اگر امرای استر بود قسمت بالاش باید 100% بدوزین به خاطر که استوار بگیریش. خوب من این قسمت اندازه کردم، 6 گرفتم. خیر اگر کمک کلانم بود بعدن باز قیچی میکنیم اضافیش. البته این قسمت ما بینش نشانی میکنم به خاطر که شکل افتی را برش بگیرم. به این شکل کوشش کنین که زیاد تنگ نبیه که وقتی که میدوختین، اگر درزام اضافی بود فرق نمیکنه. این قسمتش 6 انج گرفتم، شکل افت تکرقات میکنم به این شکل. شما میتونین به اندازه یخنتان که چقدر چقوریشه میخواین بگذارین، شما متو قیچی میکنین. بازی قسمت بعدیشه باز چار کنجیشه من قیچی میکنم. خب بعد از اینکه توت یخنه قیچی کردم، آستینشه هم دلا میگیرم. ار آستین دلا بخاطر از اینکه خواهر ما نمیخواستن که یعنی زیاد نازک باشه، دلا آستین برش گرفتم. آستینشه دلا میگیرم، آستینشه درازیشه 7 اینچ اندازه میکنین. کوشش کنین که جالی هست، زیاد آستینه کش ندوزین که قسمت شانه خود کش میگیره، یعنی وقتی که شما لباسه بپوشین آستین ار رقه بالا میپره. بهتر است که آستینه یک انج کلانتر بگیرین، یعنی کمک چه قسم برتان بگویم چملوکک بدوزین، نه زیاد چملوک نه بسیار زیاد کش. من آستینه قیچی کردم به این شکل، اندازه بازوش هم گرفته بودم. این قسمت آستینم به اندازه پیش روی نیم انچ و یک انچ قرتر قیچی کنین. سرشانش هم اندازه میکنم به خاطر دوختن آسان شه. گفتم آستین دولاست، اگر شما یک لا میدوختین کوشش کنین لب آستین بسیار نازک ماشین کنین. بعد از این آستین قیچی کردم، این قسمت یخنه میدوزم، بعدن برتانشان میدم که چه قسم میره. برتانشان میدم که چه قسم میره بدوزیم. ببینین من ماشین تار کردم، این قسمتش بسیار یک درز نازک میگیرم به خاطر از اینکه همقدر که یعنی خود خلطگک نشانت راست بیایه. به این شکل سوزن ها را پس میکنم. این قسمت جاری را یک طرفش از روی چپه ماشین کنین به خاطر که درستر بشینه. به این اندازه سرم خط ماشین میکنین، بعدن راستش میکنین. به این شکل دورا دور شما ماشین میکنم، باز برتا نشان میدم. خوب آل قسمت نصب کردنش هست. به این شکل ببینین اندازیش داینامی قدر است به خاطر که زیاد گفت کلان نمیخوایم سوزن استفاده میکنم. من ماشینش هست درزی که میبرم سر سجافش میبرم، یعنی مابین نه سر سجاف که معلوم شود درزش، نه در سر خالا که هم معلوم شود، فقط داخل درزایی که در قسمت وسط سجافش هست در موجه من ماشین میکنم. سوزن ها را بزنین یا تار بندازین به خاطر از اینکه متوجه باشین که ای پیران پارتی بسیار مهم است، یعنی از پیشتان پایین و بالا نبیاید بخصوص اگر تکیش نازک باشه. خب ایرا گرفتم آمدم حالا میدوزم. بسم الله گفته شروع میکنیم. کوشش کنین که چون یک ذره مشکل است تکی خال داره و موره، آیسته آیسته هرچقدر آیسته تر خوبشتر میایه. من دوبار سر کوکو خودم محکم کردم. ببینین اما تو من میدوزم، با ما باشین. خوب یخن ما دوخته شد، ببینین بسیار صفا و پاک آمده. این قسمت هایش باز من بعدن قیچی میکنم.
خب بعد از اینکه یخنه دوختم، این قسمت های پرش های تره مشکل تر استک، آستینه می دوزم. آستینه درزش خودتان می فهمین که درز راست بود، آسان است. من از آستینش ویدو نگذاشتم، فقط زیر قوله سوزن زدم. شما می تانین تار بندازین، این برتان مشکل نباشه. باز میگم کوشش کنین آستینه یک انج همیشه یا نیم انج از زیر قول کلانتر بدوزین. من حالا آستینه می دوزم، ببینین بسیار یعنی تکیشه کش نمیگیرم که بدن که بپوشین شما را اذیت کنه یا هر دقیقه بالا بپره باز خوب معلوم نمیشه. دور دور آستینه زیر قولشم میدوزم همین رقم تا آخر با ما باشین، ببینیم که نتیجهش چی میشه. خوبی هم شد پیران ما، بسیار مقبول آمده و همچنان یک ذره پات شد و همچنان آستین دار شد. اگر شما می رقم لباس دارین لجه شما می تون به می شکل بدوزین. تشکر از این که با ما بود.